و خوشبختانه دیل ازاد مهماندار هستیم. آقای غلام فاروق قادری، یک آهنگر عزیز، امروز مهمان برنامه ما است که گفتنی های زیاده داریم همراهشون که با شما شریک میسازیم. خیلی خوش آمدین آقای قادری. تشکر. صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. سلام، صبح بخیر تقدیمتان. خوش آمدین به برنامه ما. خب قسمی که گفتین شما آهنگر هستید. بله. بیاین سر فعالیت هایتان گپ بزنیم که چی چیزها آماده میسازیم. تشکر. ما خود اول در اول سلام خدا خدمت شما و تمام عزیزایی که ما رو تماشا میکنن از طریق تلویزیون شما تقدیم میکنیم. بعد از این میایم در سری کار که ما البته گفتین پیشتر که آهنگر هستیم. از هر نوع کاری که شما در یک فامیل کار باشه و در یک دهقان کار باشه، در یک ماشینی که به حساب روغن کشی و چیز هاست، ما میتونیم بسازیم. بسیار خوب. اینجا او کس تیش است. بله. اما تر است او جای دستم نداره. او چی است؟ یک دفعه برمه بتینش؟ این تیشه کپی کشی میگن، به خاطر کپی کشا هست. یه همراه دست گرفته میشه؟ بله، یه همراه دست گرفته میشه. موترهای کپ و کپ باشه بازیر امو کسایی که اینا بر ببینیش. فیصل جا بله، جای دستم نداره. خب فکر کنم میره در پشت از امون جای میره تا دایی به این شکل باز میزنه. امون قبضه شدید قایم میگیره، باز از این طرفش قایم میگیرن. آه باز جایی که کوب باشه، باز اما هر کس در مسئله که خود خلیفه میباشه. خلیفه میباشه. و این تبر است؟ اما تر است؟ بله، این تبری است که نظر به تبرهای پاکستانی و چینایی و چیزا بهتر است که ساخت وطن خود ماست. واقعاً خیلی خوب. هر بارم تیز میتونه شوه، اما تر است؟ بله، اینا خو یک بار مصرف نیست، چیزای خارجی که هست یک بار مصرف میباشه. آها، و اون یک توتایین دیگر هم اونجا آوردین، چی است؟ این هم سامان کپی کشی است که ایره به نام چاپن کپی کشی یاد میکنن. بسیار خوب. این هم جایی که یک ذره کپ و کپی زیاد باشه با این لشم میسازن. بسیار چقدر خوب. به خدا هم کپ و کپی هایی تنه میتونین از محترهایتان. البته این هم تیشه پای تیشه است. البته تیشه خوردش ولی فعلا در دکان نداشتیم، گفتیم بریم یک پای تیشه بیاریم که اینا را مردمای طرفای دایکندی و اونجا میبره. واقعا فکر کنم به خاطر اون چوب میده کدن هم اینا میشه بیشتر. نه، اینا به خاطر جایی که ماشین عره و چیزا نیست که از اینا تراش میکنن که جای عره را کارش پر میکنن. بسیار خوب. امی قصابایی که واقعا گوشت همه قدر مقبول توتا میکنن، هیچ جغله نمیشه استخوان، واقعا باور که این که او قصاب خیلی مایری خود نشان نمیده، کار او تبر میکنه که در دستش است و او تبر هم ساخته دست امی آهنگرای افغانی خود ما هست که وقتی امی میزنه استخوان دو توتا میشه. بله، خب در کل یک مطلب هم داریم که همیشه وقت گفتن صد زدن زرگر یک زدن آهنگر. بله بله، او گپ شما رو خوبه قبول میکنم، میگن صد زدن آهنگر باز یک زدن کیسه ور آدم بسیار گول برست. خیلی جالب گفتن. بله، واقعا اولین بار بود که جواب از این گپ ما شنیدیم. بله، واقعا که در پلوی از این که تیشه و تبر و این چیزا را آماده میکنین دیگه چی ها جور میکنین؟ ما از قبیل ماشین روغن کاتراش هم میسازیم. این روغن هایی که به حساب سشاخان میگن کنجد. بله، این هم اینارم کاترش هم میسازیم. دیگه ماشین های ترکتور قلبه و چیزایش هم میسازیم. از قبیل نوپل، سیپل، چیزایی که ضرورت یک دهقان باشه او را میشه. علاقه مردم نسبت به افزار که شما جور میکنین چه رقم است؟ خرید و فروش میشه از پیشتان؟ کارتان خوب است؟ بله، الحمدلله کاربر میشه. مردم علاقه نشان میدن. علاقه داره به خاطر از اینکه چیزای وطنی که از با کیفیت است. بله، بدون چیزای خارجی که از بدون کیفیت است. چیزایی که از خارج وارد میشه خود جای امی چیزای افغانی خود ما را خود نگرفته تا هنوز. چیزای افغانی خود ما کس یک کار پخته است. اون بله. یک چیزی یک بار مصرف است. اگر یک نفر یک دفعه اگر یک تیشه را بخره مجبور است که چند روز بعد و مایده که شد گشت ساخته نمیشه به خاطر کوچودن است. با مو خاطر نمیتونه که از استفاده کنه. اینا آهن است دیگه. بله، اینا اکسل موتر هستن. امی کاردای وطنی را فیصل جان وقت خریداری بکنی چندین بار میتونی همراه او را تیز بکنی؟ دستای چوبی داره و همراهش هر قسم مواد باشه میتونی خرد بکنی، اما این کاردای خارجی را که خدایا رو جانش میخریم یک دو دفعه چیکه دستش جدا میشه. خب در کل از این نگاه که ما ببینیم وطن ما خیلی ها مقبول چیزا باندن خیلی ها زیبا، اما تو چه رقم برتون مستحکم و محکم جور میکنن که یک بار مصرف نیسته؟ بیاین یک خاطری جالبتانه بگوین از امی آهنگری. آهنگری خب کلگش خاطره است، سراسرش خاطره است. دیگه شما شاید یکان وقت دیده باشین که ما در دکان یک خلیفه است و سه نفر یا چهار نفر ودان میزدگی است.
دیگه اونمو که خدا نخواسته اگر خراب شد یا خطا بخورد حتما دست آدم اوگار میشه، پای آدم اوگار میشه. یک چند روز پیش دست اوگار شده بود دیگه، موچره که به حساب چاپن پریده بود، اما دیگه سراسرش خاطر است. تا هنوز شده که کدام فرمایش گرفته باشین و وقتی او را بردن دوباره خوش نکرده باشن، پس بر شما آورده باشه بوی نیر جو سعی جور نکدی گشته برم جور کن؟ تا هنوز نه. یعنی در کار تاره قدر نام خدا ماهر هستین. بسیار خوب. خب در کل اگه یه چیز خراب هم شد، اول خب خراب نمیشه چون خیلی دقیق کار میکنسن. بازم اگه خراب شد فکر کنم کار آسان نیست، چون دوباره زوبش میکنین و اثر ترمیم رو آماده میکنین. به خاطر از اینکه در افغانستان ما هنوز یک چیز نبر آمده که زوب شد، دیگه آینه های کونه را اینجا زوب میکنن، اون یک چیز پس ساخته نمیشه. اینا رو ما همه چیزی که دست خود میسازیم، اگر این قبول نکده که دیگه برش میسازیم. بسیار خوب. میشه آقای قادری بگوین که این از چه قسم آهن جور میشه؟ آهن های از کجا میارین؟ آهن از اکثر موترهای کونه است. موترهای کونه است، اینی خوب میبینید که اکسل موتر است، اینیش که تبر است. بله. دیگه اینی تیشه که است، این هم اکسل موتر است و این هم یکان جای تخت آینه هایی که است از تخت آینه ساخته میشه. یعنی موتر قدر آینه های دبل و چید به کار میره؟ بله خب، چون موترهای باربری و اینا که بله بله موترهای باربری که واقعا خیلی وزمین آمست فکر کنم دو کیلوز، دو کیلو وزن دارن. این هم تیشه هم دو کیلوز، هم دو کیلوز. اگر کاردم کدام وقت جور کردین؟ آه باز دستی کارد از چی جور میکنیم؟ از چوب جور میکنیم. آه خودتان رو جور میکنیم دستیشم؟ چقدر خوب. چند نوع کارد جور میکنیم؟ ما دیگه دو رقم سایز داره کارد نی؟ سه رقم کارد است که یکیش کارد شقه، یکیش کارد سربوری، یکیش هم کارد پوست. خب این سه رقم کارد است و یکی هم ساتول، به نام ساتول یک چیز دیگه هم هست. بله بله، یعنی چهار قسم به حساب کاردا کارد است و به حسابی که ما بگوییم که تیشه میسازیم، از این تیشه سه چهار رقمش میسازیم. یکیش به نام چوب شکنی، یکیش به نام نجاری، یکیش به نام این پای تیشه و یکی دیگه هم دیگه به نام تیشه خارزنی. هر کدومش علایده علایده است؟ بله این چند رقم از دیگه، هر کس که فرمایش داد دمای یک تیشه بساز چرا نه. اینا وقت ما در بازار میریم نمیگیم که مثلا تیشه بده که امروز چوب میده، که میگیم یک دونه تیشه بده بازو تیشه را کردیم، اگر تیشه از هر چی بود که چوب میده میگیم. بله خب در کل معلومات نداریم در بارش، شاید دلیل شما می باشه. خب آقای غلام فاروق خودشان بهتر میفهمن که چی برای چی استفاده میشه و چه رقم مستحکم باید جور شه. واقعا که هیچ کار آسان نیست بدونشن. و کار آهنگری خیلی زیاد است و خیلی هم در افغانستان واقعا که یک چیزای آهنا بیشتر استفاده میشه از این دستاز خود مردم افغانستان، امی تیشه و تبر و کارد و چیزای خود وطنی خود ما واقعا کیفیت خود داره و بارها و بارها میشه که تیز بکنی. حالا از این چیزای چینایی استفاده نکنین، بین صنعت افغانستان خود ما رو بیشتر رشد بدیم. گپ خیلی خوبه است. سپاس از شما که آمدین در برنامه، دعوت ما رو پذیرفتین. اگر کدام پیام گفتنی دارین کمری ما در خدمت شما. تشکر. پیام ما خود دکل دوستا همی است که اول در جوان ها که باید بیاین مثل دیگه بیاد را آوری کار بکنن، نه لاغردی، بیاین کار بکنن. کار یک چیز بسیار خوب است. میگه که همین وقت بگه فراموشم شد، یک شعر بود آورش میگفتم: جوانی را شحم رها کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را، تباه کردم جوانی را. بیاین یک جوان بسیار ورزیده، یک جوان بسیار خوب شوند. وقت خدا در نتن، وقت خدا اگر نتن. دیگه تشکر از شما که مرا دعوت کردین. خوش آمدین. دنیا تشکر. خوشحال شدین که به برنامه ما آمدین و ما را آشنا ساختین با این صنعت افغانی ما. بله. همیشه کامگار باشین، همیشه هم قسم موفق باشین، همیشه هم قسم تر و تازه و سر حال باشین. تشکر از شما. یک دنیا تشکر. در آخر برتون بوی متوجه باشین که کی صبر ام گپ خودتان نشه که سر زدن زرگر و یک زدن کی صبر نشه. متوجه جیب هایتان باشه. تشکر از شما.